رزا رضا داوود نژاد در سن 43 سالگی تقریبا چند وقت شده بود رضا داوود نژاد در بستر بیماری بود و مدام از این بیمارستان به اون بیمارستان میرفت برای اینکه بتونه حال خودش رو خوب کنه و بتونه سرپا بشه اما به نظر میرسه ساعتی پیش و یا حتی بهتر بگیم دقایق پیش رضا داوود نژاد برای همیشه جونش رو از دست داد و دار فانی رو ودا گفت رضا داوود نژاد 43 سال داشت و بعد از اینکه حسابی با بیماری سر و کله زد در نهایت تسلیم این بیماری شد و جونش را دست داد اما چند وقتی شده بود میگفتن رضا داوود نژاد به خاطر بیماری کبدی و حتی پیوند کبدی چهار مشکل شده و اینکه خیلی سخت داره ارتباط میگیره با بهبود روند بیماریش و نهایتاً چیزی که اتفاق افتاد دقایقی پیش بود که دیگه نتونست ادامه بده و جونش از دست داد اولین بار این خبر از طریق به نظر خواهرزادش منتشر شد و فراگیر شد و به نظر خبر موثقی است اکثر خبرگزاری از جمله خبرگزاری فارس و اینا اینو هم پوشش دادن که بازیگر سرشناس و کشور در سن 43 سالگی جون شده است داد رضا داوود نژادی که چند سال گذشته کم کارتر از همیشه شده بود و کمتر ما توی فیلم های مختلفی رضا داوود نژاد رو میدیدیم بعد از اون شروع طوفانی که در اوایل کارش داشت با فیلم های متعددی که بازی کرد خودش رو سر زبونا بندازه رضا داوود نژادی که محل تولد شهر تهران چهار لشکر بود و حرفه بازیگری و سینما رو حسابی دنبال میکرد و همسرش که به اسم غزل بدی بود در تاریخ 1389 در مهما با هم دیگه ازدواج کردن رضا داوود نژاد در تاریخ 29 اردیبهشت بهشت 59 در یک خانواده هنری در تهران متولد شده بود و علی رضا داوود نژاد کارگردان و برادر زهرا داوود نژاد بازیگر و فرزند دوم خانوادهش بود خانواده رضا داوود نژاد نیاز به معرفی چندانی نداره چون که تقریبا هر کدومشون به نحوی توی سینما و تلویزیون ایفا نقش کردن و تک تک اونا رو ما میشناسیم رضا داوود نژاد آدم خوش انرژی و تحصیل کرده ای بود که توی علوم انسانی برای خودش حرف و حدیث های زیادی ایجاد کرده بود ازدواجش با غزل بدیعی خواهر مرحومه اصل بدیعی بود که در مورد همسرش اطلاعات شخصی زیادی منتشر نشده و در قالب یک بیوگرافی اگه بخوایم بهتون بگیم در این حد میدونیم که در زمینه همسرش یعنی خود بازیگری فعالیت میکرد پدر رضا داوود نژاد علی داوود نژاد کارگردان و نویسنده مشهوری بود که که خودش استارت یک خانواده هنری رو زد و با وجود اینکه پسرش از همون اوایل زندگیش علاقه خودش رو به بازیگری نشون داده بود اولش با مخالفت سرسنگین اجازه ورودش رو به سینما نداد و بعد از اون پافشاری و اون استمراری که از خود رضا دید تصمیم گرفت بهش توی این راه کمک کنه اکثر فوتو که خود رضا داوود نژاد برای اون شروع اولش که قوقا به پا کرده بود بهش گفته شده بود از طریق خود پدرش بود و گفته بود که راز و تکنیک ها رو از پدرش گرفته خواهر رضا داوود نژاد یعنی زهرا داوود نژاد هم بازیگری که این روزا توی سریال دفترچه یادداشت ما شاهد هستیم و حسابی اونم سر و صدا به پا کرد و به نظر میرسه یکی از آیندارهای سینمای ما خواهد بود اما در مورد بیماری رضا داوود نژاد بخوام بگیم که چند سال پیش بود خبر بیماریش توی فضای مجازی ترکید و خبر نگران کننده و متاسفانه دیدیم که درگذشت بازیگر سینمایی که در مورد علت بیماری و مشکلات جسمی اون به شیراز اومده بود و زیر تیغ جراحی پیوند کبدی بود دیگه نهایتا جون شاید دست داده بود دیده بودیم که رضا داوود نژاد چند وقت اخیر چقدر لاغر شده بود و چه جوری داشت زندگی میکرد و چقدر داشت سخت میجنگید او پس از انجام جراحیش سر صحنه برداری سریال فراموشی از خود رفت و به بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شد و متاسفانه و خامت حالش باعث شد به کما بره اینجا بود که پزشکا از کار افتادن کبدش رو تشخیص دادن و واسه یک عمل اورژانسی پیوند کبد به شیراز منتقل کردن شهرت رضا داوود نژاد با فیلم مصائب شیرین آغاز شده بود که در سال 1377 توی سن 18 سالگی یکی از جوانای با استعداد کشورمون بود اما بخوایم مروری هم داشته باشیم رضا داوود نژاد توی فیلم یا هم بهتر بگیم سریال زخم کاری هم ایفای نقش کرده بود که از اونجا به بعدم دوباره سر زبان افتاد توی مهمونی سرنوشت و اکثر فیلم های مشهوری که تک تک ما باش خاطر داریم این عزیز درگذشته ایفای نقش کرده بود مروری بخوایم بر فیلم های رضا داوود نجاد داشته باشیم میتونید ساعت ها در موردشون صحبت کنیم رضا داوود نجادی که دیگه در بین ما حضور نداره اما از فوت رضا داوود نجاد عزیز که فاصله بگیریم میرسیم به دعوا و درگیری بین تطلو و دعوا درگیری بین هوادارای تطره با سعید گنجی یا پیش میاد همونجا چک و میکنم از صفحه میندازمش بیرون حالا انقدی هم ارزششو ندارن که بخوام بحث کنم در موردشون و صحبت کنم خواستم بهتون یه نکته یادآوری کنم که هوادار هوادار کسیه که به جای اینکه بشینه پای ساختن فیلم و سریال که دیده بشه خب خودش یه ذره مثلا میخواد سینه چاک نشون بده اون هوادار وقتشو میذاره روی ساخت ادیت و تولید محتوا اگر ارزشو نداره که این کار رو انجام بده میتونه بره محتواهای دیگران رو بذاره تو صفحش و وقتی میبینم که این کار رو انجام نمیده و تو جاده خاکی میزنه خب میفهمم دیگه خود امیر 15 سال از دست اینا دیوونه شد اینا هوادار نیستن اینا یه مش هوادار نماین که اومدن تو این وسط یا اسم امیر رو خراب کنن یا اسم رفقای امیر رو خراب کنن که نیفتن دنبال کارای امیر که امیر تنها بمونه حالا هر چی که شد شد دیگه میدونی حالا من به حال دو سه بار ناراحت شدم گفتم دیگه به من ربطی نداره ولی باز نمیشه که میدونی نمیشه احساس خوشایندی نیستش که آدم بگه به من ربطی نداره ولی این زخم که طرفدار طرف امیر میزنن اینها رو من شناسایی کردم و با چک و لغت با چک و لغت قشنگ انداختم بیرون حالا اینجا میخوام یه چیزی رو بهتون بگم شما هوادارای واقعی من میخوام ازتون که تا میتونید تولید محتوا کنید برای هوا... برای اینکه امیر اسمش روی بورس باشه نه اینکه مدام دنبال این بگردید که زیر بغل مار کجاست میدونی یه بچه بی ادب بی نزاکت کاملا بیشور یه ویدیو درست کرده بود نوشته بود که از اسم امیر تطلو دوزی میکنن به بهانه درختکاری در صورتی که همه دیدن مادر امیر خواهر امیر خود من ویدیوشو گذاشتیم گفتیم آقا اینا ها اینا رو گشتیم این اینجوری آدرس دادیم فلان حتی انقدر کسافتی که ویدیوش هم نرفت پاک کنه بیاد یه معذرت خواهی بکنه خب میخوام بهتون بگم از این کسافت لایه شما ها زیاده این کسافتها رو خودتون باید دمشون رو بگیرید با دمپایی بزنید در کشونشون بندازید بیرون همونقدر که آدم سالم زندگی میکنه همونقدر که آدم مهربون زندگی میکنه همونقدر که آدم عشق میده درست مثل داشمیر همونقدر هم باید توی یینگ یانگش قشن قوی باشه که